کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از 9 ولایت خبرنگارای زن گرده هم جمع کرده و به اینا به مدت آموزش های روان درمانی را آموزش میتن تا اینا خودشان یاد بگیرن و بتونن دیگه خبرنگارای زن در ولایتشان کمک کنن. یعنی اگر یک حادثه رخ میده و یک خبرنگار روانش صدمه میبینن. در جامعه که ما زندگی میکنیم خانم ها بیشتر قشری هستن که آسیب پذیر هستن از نظر روانی. در طول ترنینگ طبعا اولی که همو چیزهایی را که خودشان داشتن در گذشته که تا حالا هیچ نگفته بودن و شناسایی نداشتن و حالا شناختن که هیچ چالش ها چیزهایی را که در درون دارن اونا را شناسایی کردن. من مطمئن هستم با روش های کارهایی را که ما از این ترنینگ گرفتن میتونن بر خود کمک کننده باشن در آینده که تا زیر چالش ها یا مشکلات های روانی نرن. کمیته مسئولیت این برنامه را راه اندازی کرد و فعلا هم آموزششون جریان داره. این آموزش البته برای یک هفته یا دو هفته نیست، بعد طولانی مدت است که در زمانهای متفاوت یا مختلف برگزار میشه تا اینا درست آموزش ببینن و بتونن با دیگه خبرنگارای زن در قسمت همکاری کنن. بانوان خبرنگار بیشتر به خاطر انعکاس مشکلات زندگی بانوان کار کردن. گاه اوقات در گزارشات ما میره مثلا خانم مورد تجاوز قرار میگیره یا مورد خشونت قرار میگیره. طبعا ما یک انسان هستیم، روی روان ما تاثیر منفی میگذاره. همه آموزشایی که ما در این مدت 7 روزه که در کمیته مسئولیت خبرنگارا میگیریم بتونیم خود اول کمک بکنیم، چطور بتونیم که تاثیر بیشتر عوامل بیرونی روی خود ما اول نداشته باشه، روی کار ما تاثیر منفی نداشته باشه و بعدا بتونیم دیگرا را کمک بکنیم. میتونن در ترنینگ های بعدی بیشتر روش های را یاد بگیرن، بیاموزن تا که بتونن با چالش های روانی مبارزه بکنن، استادگی بکنن و دور بسازنش. ماده 34 قانون اساسی افغانستان: آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را با وسیله گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج در این قانون اظهار نماید.